بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة نصر. بيان فتح مكة وواجبية پیامبر صلى الله عليه وسلم در آن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. وقتی که یاری الله و پیروزی فرا رسد، یعنی آنگاه که پیروزیت بر کافران کامل شد، کامیاب و مظفر شدی، مردم به دینت نزدیکی جستند، حق تعالی برای کشایش عطا کرد، دلها، چشمها و گوشها را برای قبول دینت کشاد و مکه و دیگر شهرها را با دست تو فتح کرد. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و مردم را ببینی که گروه گروه داخل دین الله می شوند، یعنی مردم را دیدی که گروه گروه به دین اسلام رو آوردند، قبیله ها و جماعت های پی در پی برای بیعت حاضر آمدند و عرب و عجم به تو نزدیکی جستند. فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا. پس پروردگارت را با حمد و ستایش به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخوا، بیگمان او توبه پذیر است. یعنی حاصل شدن این امرها نشانه نزدیکی آخر عمر توست، بنابراین با ذکر بسیار برای ملاقات پروردگارت آماده شو، زیرا ذکر او توشه ابرار است، یعنی به تسبیح که پاک شدن از عیبها است و با حمد که اثبات همه ستایش هاست. ادامه بده، همچنان بسیار آمرزش بخوا تا نواقص و خطاهایت را جبران نمایی، زیرا با استغفار نعمتها دوام می‌یابد و بلا و عذابها دور می‌گردد. الله تعالی توبه توبه کنندگان را قبول می‌کند، زیرا او بخشنده گناهان و پوشنده عیبها است. بازگشت را استقبال می‌کند، لغزش‌ها را محو می‌نماید و از خطاها گذشت دارد.